شرکت های تولید کننده امچو ایرنسن که مرکز گرمی ها و بایلر های صنعتی را تولید می نماید در مورد تولیدات خیش به سطح جهان فکر می کند. ترکیه تولیدات خیش را به کشورهای اروپایی افزایش داده است که از کیفیت بالا و قیمت ارزان برخوردار است و به مدت کوتاهی آن را به مقصدگاه ها انتقال می دهد. این بایلر تمام معلومات هر ولدینگ کاری را که بالای آن کار کرده است با خود دارد. علی ایرن، رئیس شرکت ایرنسن می گوید ترکیه تقریبا 55% محصولات صادراتی اروپا را تشکیل می دهد. ولی او با مقامات بلندرتبه حکومتی خود از نزدیک کار می نماید تا وابستگی کشورش را با مارکت های غربی پایان بخشد. روابط ما با آسیا در حال رشد است و کشورهای آسیایی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. از افریقا و شمال آن شروع لا شرق میانه در آنجا بازارهای بزرگی وجود دارد. همچنان امریکای جنوبی یکی از مارکت های مورد هدف ماست و از سوی دیگر مارکت روسیه نیز برای ما مهم پنداشته می شود. ترکیه در حال حاضر 17 اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. جاده های استانبول که بزرگترین شهر آن محسوب می شود با چراغ های روشن آلایش بوده و هر نوع محصولات در آنجا پیدا می شود. مارکت شهر باستانیان که در مرکز شهر موقع دارد اما روز توجه بیشتر مردم را به خود جلب می نماید. بوسفورس یکی از مصروف ترین رودخانه ها در جهان می باشد. کسب و کار در ترکیه رونق یافته است. ترکیه صادرات خود را سه چند افزایش داده است و برای شهروندان خود هر نوع فرصت های تجارتی را فراهم نموده است. شما این همه را در بسیاری نقاط ترکیه احساس می کنید، حتی که در فقیر ترین نقاط دوردست کشور آن را مشاهده می کنید که البته یک دستاورد بزرگ است. ولی با این همه پیشرفت‌ها، صنعت نساجی ترکیه که زمانی در حال رشد بود، معاملات آنها به دلیل این که جهان با بحران اقتصادی کند روبروز کاهش یافته است. ولی ترکیه تا اکنون توانسته است تا از خسارات انگفت و بحران مالی که سایر کشورهای دیگر با آن مواجه است، جلوگیری نماید. اما بحران اقتصادی جهان مایه نگرانی شماره از صنعتگران شده است. مالک فابریکه پیراهن‌سازی توران در مورد افزایش نرخ‌ها و رقابت‌ها در کشور آسیایی نگران می‌باشد. نرخ معاشات و بل برق همه روزه افزایش می‌یابد. نمی‌توانم با بازارهای بنگلادیشی رقابت نمایم. آنها نسبت به ما مصارف کمتر دارند. یگانه چیزی که ما در حال حاضر از آن مستفید هستیم کیفیت کاری ما میباشد. ولی کارشناسان امور اقتصادی میگویند که ارزش پولی ترکیه تضعیف یافته است. فاصله زیادی میان صادرات و واردات دیده می‌شود. میزان رشد آنها نسبت به سال‌های گذشته به 2.5% تقلیل یافته است. امیر الکن، کارشناس امور اقتصادی میگوید که این چنین کاهشات نرخ یک نوع موانع بر سر راه پلان‌های کاری ترکیه تلقی می شود. این همه تنزل‌ها در نرخ خطرناک است و این نادیده گرفته نشود. در حقیقت این همه کندی‌ها عواقب ناگوار با خود دارد. الکن میگوید که آینده اقتصاد ترکیه مربوط به طرز صادرات صنعتی آنها خواهد بود. تا دیده شود که ترکیه چطور می‌تواند به طور موفقانه تولیدات صنعتی خود را به مارکت‌های جهان عرضه نماید. حمید الله حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.